با سلام و درود به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی. دوستان عزیز، در جلسه پیشین راجع به نقطه فطرت صحبت کردیم و یادآوری کردیم که خورشید چقدر عظیمه، چقدر نیرو در اطراف خودش به فضا وارد میکنه که فضا رو تابدار میکنه و اشیایی که وارد این فضای تابدار میشن به دور مرکز این فضا که خورشید قرار گرفته شروع میکنن چرخ زدن در مدارات. و القمر قد درناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، لشمس ینبغی له ان تدرک القمر و للیل سابق النهار و کلون فی فلکن یسبحون. هر کدوم در مدار خودشون و در مسیر خودشون در حال حرکت هستند، خورشید، ماه و غیره. با این عظمتی که دارن خداوند می‌فرماید لا تسجدوا للشمس ولا القمر و سجد الله الذی خلقهن، یعنی به خورشید با تمام عظمتی که داره سجده نکنید، به ماه با تمام عجایبی که داره سجده نکنید، به خدایی سجده بکنید که ماه و خورشید رو آفریده. آیه شریفه 37 سوره مبارکه فصلت ممنوع میکنه سجده کردن به غیر خدا رو. به غیر خدا سجده نباید صورت بگیره، حتی به خورشید که منبع نوره به خدا باید سجده کرد. اما در یه تاریخی، در یک زمانی، خداوند خالق آسمان ها و زمین بر اساس اصل بدا یک تصمیم جدیدی رو اتخاذ میکنه، انی خالق بشرا من طین، من در جهان ماده میخوام یه بشر درست کنم. میفرماید انی جاعل فی الارض خلیفه، ارض در برابر سماع و مکمل سماع. ارض یعنی عالم ماده، یعنی عالمی که از عناصر ساخته شده. در طبیعت عالم عنصری تضاد وجود داره، به همین دلیل هر موجودی که از جمع این عناصر و از ترکیب عناصر ساخته بشه، این تضاد درونی در تینتش، نه در فطرتش، وجود داره. تین یعنی آب و خاک، یعنی گل. در عالم موجودات مادی که صاحب حیاتن، قانون جنگل حاکمه، قانون آکل و معکول حاکمه، قانون تنازع برای بقا حاکمه. حالا خداوند تصمیم گرفته، اراده فرموده که یه موجود جدیدی به نام بشر این وسط بیافرینه. خب ملائک میگن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، اینم که مثل اونای دیگه اگه تو این عالم عناصر میخواد ساخته بشه، مثل اونای دیگه افساد میکنه، نظم رو برهم میزنه. و یسفک الدماء و سفک دم میکنه، یعنی خونریزی زیاد میکنه. و نحنو نسبه به حمدک و نقدس له. خداوند می‌فرماید فإذا سویته، وقتی من جسمش رو از عناصر تسویه کردم، به این موجود جدیدی که آفریدم که اسمش رو گذاشتم بشر، به این بشر حالا سجده کنی. فسجدوا لآدم. توجه داشته باشین عزیزان، تا حالا میفرمود به شمس سجده نکنید، به قمر سجده نکنید، به خدا فقط سجده کنید. به هر چیزی به غیر خدا سجده کنید اون کفره، اون شرکه، شرک خفی، شرک جلی، کفر.
به راه انحراف رفتید، از صراط مستقیم رفتین بیرون. ابلیس نیومد به غیر خدا به چیز دیگه سجده بکنه. کفرش آشکار شد زمانی که به خلیفه، به این موجودی که خداوند بهش گفته خلیفه، سجده نکرد. پس اون خدایی که میگه به شمس و قمر سجده نکنید، میگه به بشر سجده بکنید، به بشر، به این بشر. و ابلیس در جواب ببینین چی میگه، میگه فسجد الملائکه الا ابلیس قال الم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من همه مسنون. یعنی من جزو اون طایفه نیستم که قبول کنم که سجده بکنم به یه بشری که تو اون رو از گل آفریدی، از گل پوک آفریدی، من به هیچ سجده نمی کنم. به بشر من سجده نمی کنم، یعنی به اون بشری که الان آفریده که اسمشو گذاشته آدم. قال یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. پس بحث بشره، یعنی بحث فقط بر سر آدم نیست، بحث بر سر جنسه، بر سر فرد نیست، بر سر جنسه، یعنی بحث بر سر بنی آدمه. پس ملائک به آدم و به بنی آدم در عالم زور سجده کردند که اسم کلیش بشره، و ابلیس استنکاف کرد از این که به بشر سجده بکنه بر حسب آیه شریفه قرآن مجید. پس توجه داشته باشیم که سجده اینجا امر شده و خداوند به غیر از خودش اجازه نمیده که سجده صورت بگیره. پس چرا به آدم امر سجده شد و همه اطاعت کردن؟ چون در جهان مادی، در عالم عناصر، در جهان مادی که جسم ما ازش ساخته شده و بهش میگن عالم سه بعدی، و روح در این عالم وارد میشه. عزیزان، سجده باید جهت داشته باشه، یعنی خداوند بی جهته. فأینما تولو فثم وجود. وجه خداوند جهت نداره، هر طرف که شما بچرخید همون روی خداست. اما وقتی انسان میخواد سجده بکنه، سجده تشریعی که مکمل سجده تکوینیه که همه موجودات میکنن به سبب اون نقطه فطرت، سجده تشریعی به عنوان عابد بکنه، این باید قبله داشته باشه، قبله داشته باشه. وقتی ابراهیم میگه یا قوم انی بری اون مما تشرکون انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، این یه قبله ای رو معین میکنه که رو به اون قبله سجده صورت بگیره. این مسلمانان اینا وقتی در هر جای دنیا که باشن، وقتی میخوان سر به سجده برای پروردگار رو زمین بذارن، جهتگیری میکنن رو به یه قبله. اسم اون قبله هست بیت الله. اون بیت الله از همین سنگ و آجر و این مصالح معمولی خاکی درست شده. اما اون نقطه‌ایه که معین شده برای جهتگیری از جهت سجده به پروردگار، چون در قرآن میگه فلیعبدوا رب هذا البيت، یعنی صاحب این خانه رو عبادت بکنید، به او سجده بکنید. میگه فاقم وجهک للدین حنیفا
التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. و سجده کردن در این جهت و به این نقطه هست که دین حنیف به شمار میره، که اساس و بنیانش رو ابراهیم ابوالانبیا علیه السلام دائر که فرموده و به میراث گذاشته برای موحدین، اما از یهودیان یا مسیحیان یا مندائیان یا مسلمانان و غیره. این قبله است، یعنی کسی به سنگ و چوب مصالح به کار رفته در کعبه معظمه سجده نمی کنه، به مادیتش کار نداره. وقتی که ملائک به آدم سجده می کنند، به مصالح به کار رفته در جسم آدم کاری ندارند، به اون روح الهی که در او سریان و گردش داره در عالم ماده، به او سجده می کنند. اینجا آدم قبله است، سجده به خداست، اما آدم قبله است. پس انسانی که اخلاق الهی، جوانهای اخلاق الهی درش، در درخت وجودش ظهور کرده و به برگ و بار نشسته و تمام برگهای زرد رذائل نفسانیش با خزان ممارست های شرعی فرو ریخته و از بین رفته، تبلور بخشنده به کلمه طیبه لا اله الا الله که در وجودش غیر از الله سریان و گردش نداره، این قبلگاه و محل توجه یعنی فاقم وجهک ملائک موجودات، به این دلیل. پس سجده به چنین موجودی مطابق امر و قانونمندی که خداوند وضع کرده. حال توجه داشته باشیم عزیزان که در سجده خواص بیشماری نهفته است. در سجده تشریعی به عنوان یک ممارست و وظیفه نیایشگر که میخواد پروردگار رو نیایش کنه، چون در سوره مبارکه علق میفرماید وسجد وقترب، یعنی برای اینکه به پروردگار نزدیک بشی سجده کن. و بعد می‌فرماید یتلون آیات الله آناء اللیل و هم یسجدون، یعنی کسانی که نیایش کننده پروردگار هستند و موحدان و یکتا پرستان حقیقی هستند، کسانی هستند که در طول و درازنای شبها سر به سجده می‌ذارند و آیه های خداوند رو تلاوت میکنند و در یاد خدا قوته میخورند و هم یسجدون، در حالی که در حال سجده هستند. اهمیت سجده اینه که هفت نقطه ساجد در ارتباط با خاک قرار میگیره که دو انگشت شست پا، دو زانو، دو کف دست و پیشانیه، و پیشانی محل استقرار نفس و نفس مانند سنگ صلب پر از انانیت و منیته. و وقتی که انسان پیشانی بر خاک میذاره، پودر میکنه، خاک میکنه این نفس رو. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک با، در بهاران کی بروید گل ز سنگ، خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ.
اهمیت سجده اینه که انسان در نیایشگاه سر رو، پیشانی رو، نفس رو، نشیمنگاه نفس رو با خاک برابر میکنه. عابدان آفتاب از دلبر ما غافلند، ای ملامت گو خدا را رو مبین، آن رو ببین. و من اللیل فسجد له سبحه لیلا طویلا، یعنی در طول شبها، شبهای دراز، شبهای طولانی در یاد خدا غوطه بخور، تسبیح پروردگار رو بگو و سر به سجده بذار و بر ندار. اینها دستورات سلوکی برای پرورش ظرفیت‌های روح، برای رسیدن به معرفت به نقطه فطرت. اینه که در قرآن چند سوره هست که دارای سجده واجب است. انقدر سجده اهمیت داره، سجده به پروردگار. و ممنوع بودن سجده به غیر پروردگار. سجده که میتونه انسان رو به خدا برسونه، میتونه انسان رو به قهقرا بندازه. بستگی داره که جهت سجده ما چی باشه. رو به خدا باشه، رو به قبله‌ای باشه که پروردگار معین فرموده، یا رو به امیال و منویات نفسانی باشه، در جهت پرستش نفس باشه، در شرک خفی، یا در جهت توحید باشه و براءت از شرک، اونجوری که حضرت ابراهیم. اینجا اهمیت سجده بر ما آشکار میشه. اون بخش‌هایی از بدن که در تلاقی با زمین قرار می‌گیره سجدگاه بدن محسوب میشه و به این دلیل مسجد بدن به شمار میره. یعنی پیشانی مسجد، کف دست‌ها مسجد، زانوها مسجد، انگشتان شست دو پا مسجد. مساجد متعلق به خداست. قرآن تصریح میکنه مسجد یه حرمتی داره و حرمتش رو نباید شکست. سجده، سجدا، سجدو، یعنی پیشانی بر خاک مالیدن. کسی که شب بلند میشه و به نیایش پروردگار اقدام میکنه، تقلب و کف ساجدین، و در بین سجده کنندگان هستش، در میان نیایشگران، در دل شب تار هستش، خودش و خدای خودش در خلوت خودش، بعد از محاسبه، بعد از مراقبه، بعد از مرابطه آغاز به نیایش میکنه و سر به سجده میذاره، این صورتش یک نزهتی پیدا میکنه، یک فروغی در صورتش ظهور میکنه. اون نورانیتی که ناشی از شرح صدر و ظهور نور قدسی و غیبی در دله، در وجه و صورت ظهور پیدا میکنه و یک حاله سمپاتیک، یعنی جذاب، در اطراف اون شخص به وجود میاد. اینه که قرآن میفرماید و سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. این اون خاصیتی که سجده به نیایشگر میده. اما برعکس، اون کسانی که از روی دغل و ریا تظاهر به نماز خوندن میکنن، تظاهر به
عبادت میکنند، اینها ممکنه حتی از روی جعل و دغا حتی یه کاری بکنن که پیشانیشون پینه هم ببنده. اما به جای اینکه امواج سمپاتیک ازشون ساطع بشه و قلب‌ها رو دچار الفت بکنه و جذب بکنه، امواج آنتیپاتیک ازشون ظهور میکنه و دیگران احساس نفرت و انزجار بهشون دست میده. چشمهاشون به جای اینی که امواج رحمت ازش متساطع بشه، امواج خشونت ازش بیرون میزنه. پس سجده مانند عمل کیمیاگریه که مس وجود سالک رو تبدیل به طلا میکنه، تبدیل به طلای خالص و پرعیار میکنه. اما سجده‌ای که رو به قبله باشه و قبله‌ای که توحیدی باشه و اثری از شرک توش نباشه، یعنی به این دلیله که خداوند ابراهیم علیه السلام رو امام میخونه و در این حال ابراهیم علیه السلام رو امت میخونه و در این حال ابراهیم علیه السلام رو بانی معبد الهی یعنی بیت الله میخونه و ابراهیم رو اسوه میخونه، چون اون درس میده، درس براءت از شرک میده، درس توحید میده. و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام. مقصود توجه به اون نقطه فطریه که مخلوق رو به فاطر یعنی آفریدگار پیوند میزنه. اون نقطه فطری، نقطه‌ای در کنه قلبش. فهو علی نور من ربه، نوری از جانب پروردگار در ساحت قلبش و صدرش تابیدن گرفته. به این دلیل که میگن قلب العارف عرش الله الاعظم. وقتی دل عارف به نور تجلی پروردگار منور بشه و حواس عارف به نور غیب نورانی بشه، قلبش محبت و متاف فرشتگان و ارواح میشه، دورش میچرخند و طواف میکنند. پس مسجد باطن قلب، مسجد قلب که متاف فرشتگان و ارواح طیبه است. عباداتی رو که انسان به عنوان بنده پروردگار در نیایشکده فردی خودش انجام میده، میتونه به صورت جمعی هم بعضیاش رو انجام بده، من جمله ادای نمازهای یومیه. وقتی که عده‌ای جمع میشن که رو به قبله واحد پروردگار رو عبادت بکنند، اون محلی که اینا جمع میشن و شروع میکنن نماز خوندن، اونجا مسجد به شمار میره. حالا فرض بکنید که یه گروهی هستن، سوار اتوبوس شدن، دارن از یه شهری میرن به شهر دیگه، زمان عبادت شده، ساعت عبادت شده، موقع نماز شده. اینها میان وسط بیابون با همدیگه شروع میکنن و نماز اقامه میکنن. همون اون وسط بیابون اون ناحیه مسجد به شمار میره. سقفش آسمان، فرشش خاک زمینه.
به علت اینکه اونجا سر سجده به زمین میذارند و پروردگار رو نیایش میکنند، اونجا مسجد محسوب میشه. پس مسجد به خاطر در و دیوارش نیست که بهش میگن مسجد، به خاطر آیه هایی که رو در و دیوارش نوشته شده نیست که بهش میگن مسجد، به خاطر اون محرابی که توش قرار گرفته و منبری که کنارش گذاشته شده نیست که بهش میگن مسجد. هر جایی که پروردگار عبادت بشه اونجا معبده، و هر جایی که عبادتهای دیگه ای رو انجام بده که مشتمل بر سجده به پروردگار باشه، اون نقطه، اون ناحیه مسجد محسوب میشه. اگر یه شخصی در یه سفینه‌ای بشینه بره آسمون و در فضا که داره حرکت میکنه به طرف کره ماه یا داره دور زمین میچرخه، سر سجده بذاره و خدا رو نیایش بکنه، فضای سفینه میشه مسجد. در تاریخ ظهور اسلام به تدریج که دعوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قوت پیدا کرد، اون منکرین و مخالفین ناتوان شدند از قلع و قمع پیروان دین توحید. به تدریج بسیاریشون از روی ریا اون کافران و منکران روش نفاق رو اتخاذ کردند و اومدن داخل در پیروان رسول اکرم شدن. لسانن گفتن اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اومدن قاطی مسلمی، اما قلبن با مسلمانان نبودن، حتی دعوی ایمان هم میکردن. قالت الاعراب آمنا، نظر به اینی که پیغمبر اکرم امامت می‌فرمودند مسلمانان رو در زمان خودشون و ارادتمندان ایشون امت رسول اکرم به شمار می‌رفتند، و کذالک جعلناکم امتا وسطا، و این یک پتانسیلی داشت، یک نیروی بالقوه و بالفعل هر دو رو داشت. به همین دلیل اون منافقان که از روی نفاق و تزویر و ریا و دغل و دورنگی اومده بودند، وارد این امت شده بودند، وقتی دیدند که نمیتونند نور خداوند رو خاموش کنند، تصمیم گرفتند که حیله‌ای بیندیشند و این ظرفیت رو مال خود بکنن، بالا بکشن. خب در اون موقع مسلمانان جمع می‌شدن، نماز می‌خوندن. محلی که می‌رفتن توش مسجد النبی که در شهر مدینه هستش، اینها به صرافت این افتادن که بیان و در کنارش یه مسجد دیگری درست بکنند که اونم مسجد باشه، رو به بیت الله باشه، قبله داشته باشه، محراب داشته باشه و همه این چیزا، بعد برن توش نماز بخونن. اما اون کسی که وای میسه اونجا نماز میخونه و بعد میره بالای منبر میشینه و خطبه میگه و غیره، اون زمام اختیار این مخاطبین رو که در حالت تسلیم نسبت به پروردگار حالا اینجا نشستن و با خلوص دارن گوش میکنند، به کف و اختیار خودش بگیره. این همون ماجراییه که از این نقطه در زمان رسول اکرم شروع شد و ادامه پیدا کرد. یعنی وقتی معاویه ابن ابی سفیان در برابر خلیفه مشروع یعنی حضرت مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ایشون
وارث پیغمبر بودند صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون ولی بودند، صاحب مقام ولایت بودند، در تداوم ولایت رسول اکرم بر حسب حدیث من کنت مولا و هازا علی مولا، و علاوه بر این توسط عموم مردم به خلافت برگزیده شده بودند. مردم اومدن و حضرت علی رو انتخاب کردن به عنوان مدیر جامعه اسلامی. یعنی ایشون علاوه بر اینی که ولی مؤمنین بودند به سبب وصایت رسول اکرم، توسط مردم هم انتخاب شده بودند، منتخب مردم هم بودند. بعد معاویه در برابر یه چنین شخصی شروع کرد تمرد کردن و سنگ بنای نظامی رو گذاشت که بهش میگن خلافت غیر راشد. خلافت غیر راشد که هر نوع نظامیه که به نام دین اسلام در طول تاریخ ساخته شده بود. یعنی با امویه شروع شد، بعد عباسیه، بعد بسیاری رشته های دیگه‌ای بودن که می اومدن و عنوان خلافت برای خودشون قائل می شدن، مثل فاطمیون در مصر، مثل عثمانی ها. به اینا میگن خلافت غیر راشد، چون برگزیده مردم نبودند. یعنی نه اجازه و نصی داشتند از طرف امام عصر خودشون و نه اینکه مردم به اونها این وظیفه رو تفویض کرده بودند و این قدرت رو تفویض کرده بودند. برگزیده مردم نبودند، حکومتشون و حاکمیتشون حاصل قدر و دغل و زور و قهر بود. حال شما فرض بفرمایید که این آقای معاویه ابن ابی سفیان که پدرش ابو سفیان اکثر جنگ ها و غزوه هایی رو که به پیغمبر اکرم تحمیل شد، این آقا سازماندهی و برنامه ریزی کرده بود و هند جگرخوار عموی حضرت رسول اکرم جناب حمزه رو با قدر و توطئه توسط وحشی به شهادت رسونده بود و جگر ایشون رو به دندان گرفته بود و تمام این کارهایی که اتفاق افتاد. حالا این آقا آخرین کاری که کرد در راه تمرد این بود که بر علیه خلیفه راشد زمان که حضرت مولا علی علیه السلام بودند، بر علیه امام زمان عصر خودش که حضرت مولا علی علیه السلام بودند، بر علیه ولی مؤمنان این خروج کرد، راه اسیان و خروج رو در پیش گرفت و شمشیر کشید بر روی حضرت مولا علی. این آقای معاویه برای اینکه این کار رو بکنه و برای اینکه مردم رو جمع بکنه و برای اینکه اینها رو سازماندهی بکنه و از پتانسیل اینها استفاده کنه بر علیه حضرت علی علیه السلام، شروع کرد مسجد درست کردن در شام، یعنی اینجایی که سوریه امروزه. این شروع کرد، امر کرد مساجد درست کردن و خطبا و مداحان و سخنگویان و اینها رو میفرستاد که روی اون منابر تریبون رو به دست بگیرن و بر علیه حضرت علی علیه السلام سخن پراکنی کنن. مردم هم جمع شده بودن اونجا نماز بخونن. یعنی شروع کرد به سوء استفاده کردن از مسجد.
و بعد که اومد و اون اتفاقاتی افتاد که در لکه ننگی بر صفحات تاریخ بشری اصلا به شمار میره، کار به اینجا ختم نشد، ادامه پیدا کرد. یعنی مساجد و منابر مساجد تبدیل شده بود به موعظه‌گاه برای ایجاد جنگ روانی بر علیه حضرت مولا علی علیه السلام که شهید شده بودن و فرزندان ایشون، برای پروپاگاندا، برای دروغ گفتن، برای بذر تفرقه و توطئه پاشیدن در میان مسلمانان نسبت به ولایت حضرت علی علیه السلام و جایگاهیشون. حتی این خطبا در دروغهای گوبلزی که میگفتن اصلا منکر این بودن که حضرت علی نماز میخوندن، میگفتن حضرت علی به مسجد نرفته بودن که در مسجد خوارجیشون رو شهید بکنن، چون اصلا حضرت علی نماز نمیخوندن. چرا؟ چون مزدور بودن دیگه، جیر مواجب میگرفتن و دروغ میگفتن و نیروی جور حکومتی پشت سرشون بود و حاشیه امن داشتن. هر چی میگفتن، هر دروغی که میگفتن، به خاطر جایزه میگرفتن. اگر یه نفر میمد به اینا میگفت آقا شما خلاف واقعیت تاریخی داری حرف میزنی، اونو میگرفتن میداختن تو سیاه جهان. اما سوء استفاده از مسجد برای جمع کردن مس، یعنی توده های مسلمان در یه نقطه، و شستشوی مغزی دادن اونها و استفاده کردن از انرژی به هم پیوسته اون افرادی که یک جا جمع شده بودن و درست کردن روش مداحی و خوندن اشعاری که اونها رو به هیجان بیاره با یک ریتم‌های خاص و با یک روش‌های خاص، کارهایی که در از زمان معاویه به بعد معمول شد، اینها ریشه در زمان خود رسول اکرم داره. یعنی معاویه مخترعش نبوده. اون منافقینی که زمان رسول اکرم می اومدن و قبول اسلام می کردن، در زمان خود رسول اکرم همین کار رو شروع کرده بودن. در کنار مسجد و نبی اومده بودن مسجد زده بودن، با شکوه‌تر، بزرگتر، عظیم‌تر خرج کرده بودن توش، سرمایه گذاری کرده بودن روش. ثروتمندان اومده بودن پولاشون رو هم گذاشته بودن، گفته بودن ما به جای این که بیایم سپاه جمع کنیم که بره با لشکر اسلام بجنگه، میایم پولامون رو میذاریم رو هم دیگه مسجد درست میکنیم، بعد به نام اسلام و قرآن مردم رو تو این مسجد جمع میکنیم، بهشون آش هم میدین، بهشون دوغ هم میدین، میگیم آقا شما بیاین اینجا نماز بخونین. چرا میرین تو اون مسجد فکسنی رسول اکرم نماز میخونین که یه چیز کوچیکیه، چهار تا حصیر افتاده توش، اصلا دیوار نداره، باد میاد هرچی خاکی میاد میره تو حلقتون، بیاین اینجا. به در و دیوارش هم آیه های قرآن رو نوشته بودن به خط کوفی. با تمطراق. خب و انقدر اینها گستاخ بودن که برای افتتاح این مسجدی که از روی نفاق و ریا درست شده بود، خود رسول اکرم رو دعوت کرده بودن. می‌فرماید و لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه. آیه 108 سوره مبارکه توبه. ملاحظه بفرمایید، خداوند به پیغمبر میگه شما نرو اصلا تو اون مسجد.
نایست، اصلا توقف نکن، چیزی اقامه نکن در اون مسجد، در مسجدی که از ابتدا اساسش بر تقوا گذاشته شده جا داره که شما بری و نماز اقامه کنی و عبادت پروردگار رو امامت بکنی. پس عزیزان، بحث سر یه جایی به نام مسجد نیست، سر نیت سازنده است. اینه که چرا این مسجد درست میشه، چرا اینجا درست میشه، کی اینو درست میکنه، چه بودجه ای پشتشه، هدف درست کننده این چیه، آیا تعلیم و تربیت یا استفاده از پتانسیل یه توده ای. بعد آیه قرآن، آیات شریفه دیگه قرآن می‌فرماید و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. مساجد متعلق به پروردگار، نیایشکده خداونده، چیز دیگه ای رو اونجا مطرح نکنید، هدف دیگری نداشته باشید، با هدف قدرت یا با هدف مغزشویی مردم نرین دنبال مسجد سازی بیفتید. آیه شریفه قرآن آیه 18 سوره 72 سوره جن بیان می‌فرماید و بعد تصریح میکنه که شخصیت سازنده مسجده که مهمه. و میفرماید و ما کان للمشرکین ان یعمرو مساجد الله شاهدین انفسهم بالکفر. اینا خودشون آگاه ترین آدم ها هستند به حقیقت امر که کافرند و خودشون پیش خودشون شهادت میدن به کفر خودشون. اینها هم مشرکند هم کافرند و حق ندارن که مسجد درست کنن. آیه شریفه قرآن در سوره مبارکه توبه و ما کان للمشرکین، یعنی جائز نیست، اصلا جائز نیست، ممنوع برای مشرکین ان یعمرو مساجد، اینی که مسجد بخوان درست کنن برای خدا. وقتی یکی مشرکه چجوری باید مسجد درست کنه برای خدا؟ اون برای شرک خودش داره مسجد درست میکنه. شاهدین انفسهم بالکفر، خودشون شاهدن که کافرن. بعد باز تصریح می‌فرماید که انما، یعنی انحصار، یعنی منحصرن، یعمرو مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. فقط کسی حق داره که به ساخت و ساز مسجد بپردازه که ایمان داشته باشه، نه اینکه لسانن گفته باشه من مسلمانم و به روز قیامت باور داشته باشه. یعنی دنیا چشمش رو خیره نکنه، دنبال ثروت و شهرت و قدرت نباشه و بخواد کلای مردم رو به نام دین برداره و بخواد یه سیستم استبدادی و دیکتاتوریال به نام دین پیاده بکنه. اینا در قرآن مجید ذکر شده، راجع به کسانی ذکر شده که در زمان خود رسول اکرم مسجد درست میکردن. اون مسجد تقوا که توسط مؤمن ساخته میشه تفاوت داره با مسجد زرار که برای توطئه و تفرقه و کفر و الحاد ساخته میشه. معاویه که نیومد شرابخونه درست کنه، معاویه هم مسجد درست میکرد، معاویه هم قرآن سر چوب میکرد. پس عزیزان، مسئله ظاهر یه ساختمون نیست،
مسئله نیت سازنده اون ساختمانه و من علم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، یعنی کیست ظالم تر و ستمگر تر و ستمکار تر از کسی که مانع میشه در مسجدها مسلمان به یاد خدا مشغول باشن، نام خدا رو ذکر خودشون بکنن و یاد خدا ذکر بشه، بلکه اینها رو شستشوی مغزی میدن و اونجا رو پایگاه پروپاگاندا میکنن. کی از این ظالم تره؟ از چون این سیستمی چه کسی ظالم تره؟ کدوم سیستم ظالم تر از سیستم اموی میتونه باشه؟ آیه شریفه 114 سوره مبارکه بقره: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین، کسانی که مسجد رو پایگاه کفر، پایگاه تفرقه، پایگاه ضرار و اضرار میکنند. چرا؟ برای اینکه اونجا مردمی که رفتن به خاطر خدا رفتن، گاردشون پایینه، اومدن نیایش بکنن پروردگارو، با حالت خضوع و خشوع میرن. اون ستمگرانی که اینجا در کمین نشستن که به نام خدا راهزنی میکنن و از پتانسیل اونها برای زورگویی و چپاول استفاده میکنن و عموم مردم دنیا رو اون وقت نسبت به اسلام و نسبت به تعالیم قرآن مجید بدبین میکنن. پس عزیزان، در مقوله سجده مطالبی رو در جلسه پیش به عرضتون رسوندم. این بخش فصل دومش بود که راجع به مسجد بود و بعد فصل سوم راجع به تعلیم و تربیت اسلامیه که انشالله در جلسه دیگه به عرض شما میرسونم. تا گفتار دیگه، خدا یار و نگهدار شما باشه. نه این که بین اسلام و کفر انتخاب کنم، نه، حالا که الان من مسلمان به دنیا اومدم و الان به سن تکلیف و انتخاب رسیدم، باید انتخاب کنم ببینم در جهان اسلام ولی من معاویه است یا علی. ببینین، میگن وقتی حضرت مهدی موعود امام زمان ظهور میکنند، آنتی مهدی دجاله، آنتی مهدی هم ظهور میکنه. وقتی کریست در آخر الزمان، کرایست، ظهور میکنه، آنتی کرایست، آنتی کریست هم ظهور میکنه. همزمان فرق نفس و روح در اینه: نفس طبیعیه، از طبیعت ساخته شده، روح متافیزیکه، به همین دلیل باید رشدش داد در اثر تربیت. صاحب اسرار بودند، اسراری که به تعلیم جبرئیل فرا می گرفتند و اون رو املاء می فرمودند به حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، به قید کتابت در می آوردند اون مطالب رو. و وقتی که به پایان میرسه به نام مصطفی فاطمه معروف میشه که اسرار جهان